بینندگان تلویزیون کانال یک و همچنین برنامه رمز پیروزی، به همه شما عزیزان سلام میکنم و خوشحالم از اینکه در یک روز دیگر در این برنامه همراه شما عزیزان هستیم، به ویژه همیانان عزیزمون در داخل کشور. و همونطور که میدونید این برنامه همچنان تلاش میکند تا به بحث مربوط به اتحاد و همکاری نیروهای اپوزیسیون توسط مهمانان این برنامه که بیشتر آنها از رهبران و شخصیت‌های سیاسی کشور ما هستند دامن بزنه. برنامه امروز و یا مهمان برنامه امروز آقای هوشنگ کردستانی است. هوشنگ کردستانی عضو پیشین شورای مرکزی جبهه ملی ایران، مسئول انتشارات جبهه ملی و روزنامه پیام جبهه ملی هستند و بودند البته، و در این حال دبیر جبهه ملی در استان گیلان. اجازه بدید با توجه به وقت محدودی که این برنامه داره و سوالات زیادی رو که میشه در این برنامه با جناب هوشنگ کردستانی در میون گذاشت به سراغ ایشون بریم و بهشون سلام میکنم و درود میفرستم و از اینکه دعوت من رو پذیرفتن ازشون سپاسگزاری میکنم. درود بر شما. درود بر شما و بنده سپاسگزارم متقابلا و درود میفرستم بر هموطنان عزیزمون که مشتاقانه عاشق رسیدن به آزادی و رهایی از استبداد مذهبی هستند. ممنون از شما جناب کردستانی عزیز. جناب کردستانی، من سوالات زیادی دارم در رابطه با مسائل امروز ایران که به هر حال خود جناب عالی قطعاً ضرورت‌های امروز پیش از دیگران هم حتما به هر حال مطلع هستید و میدونید. اما پیش از اینکه به اون سوالا بپردازم میخوام ازتون بپرسم که به واقع جبهه ملی به عنوان یکی از قدیمی ترین جریانات سیاسی کشور ما اصولا چه نوع تشکیلاتی است؟ دارای ایدئولوژی معینیه و یا اینکه از لحاظ ساختار تشکیلاتی متشکل از احزاب و سازمان‌های سیاسی مختلفه؟ کدوم یکی از اینست؟ با کمال میل گفتید قدیمی ترین تشکیلات ملی و در ضمن من اضافه میکنم خوشنام ترین. جبهه ملی مفهوم داره و اصولا جبهه وقتی تشکیل میشه مفهوم داره، عبارت از اینه که سازمان ها و احزاب متفاوت با حفظ جهانبینی و تشکیلات سازمانی خودشون در چند مورد، یک دو یا نهایت سه مورد که مشترک درخواستاشون و در هدفهاشون و در جهانبینیشون با همدیگه برای رسیدن و تحقق اون آرمانهای مشترک همکاری میکنن. بنابراین هیچ نوع دخالتی کار سازمانی همدیگه ندارن و هیچ نوع برخوردی در مورد باورهای سازمانی ندارن. برای تو مثال میزنم، جبهه ملی دوم که تشکیل شده بود از حزب ایران، حزب ملت ایران، حزب مردم ایران و سوسیالیست‌های آقای خنجی، اینها جهانبینی خودشون داشتن، سازمان خودشون داشتن و خیلی هم متفاوت بود. فرض کنید حزب ایران جهانبینی سوسیالیسم داشت، سوسیالگرا بود، حزب ملت ایران ملتگرا بود و حزب مردم در حقیقت سوسیالیست های خداپرست بهشون میگفتن، ولی هیچ کاری به جهانبینی همدیگه نداشتن و کاری به تشکیلات و نوع سازماندهی نداشتن، فقط برای رسیدن به آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی با هم همکاری میکردن. بنابراین جبهه برای رسیدن به آرمانهای مشترک سازمانهای سیاسی ملیه. در این صورت نه منشوری داره، نه آیین‌نامه داخلی داره، نه تشکیلات داره، چون این تشکیلات رو هر حزبی برای خودش داره. فقط اینها در چارچوب رسیدن به اون آرمانها با هم همکاری میکنن. این تعریف جبهه ملی. اگر نارساست بپرسید که پاسخ. نه خواهش میکنم، چون که به هر حال عنوان جبهه ملی همونطور که خود جناب عالی هم اشاره کردید از لحاظ تاریخی مثال زدید که در گذشته چه احزاب
و سازمان‌های سیاسی درش بودن. قصدم این بود که بدونیم آیا اکنون جبهه ملی هم یک چنین وضعیتی رو داره، یعنی احزاب سیاسی گوناگون ایرانی درش عضویت داره؟ نه خیر، متاسفانه نه. از جبهه ملی که بعد از فتوای آیت الله خمینی در روز 25 خرداد 60 در اعتراض به گرد همایی، دعوت جبهه ملی به گرد همایی مردم تهران در میدان فردوسی و مراکز استانا در میدان اصلی شهر این فتوا رو صادر کرد، طبیعتاً جبهه ملی تعطیل شد. مدت ها طول کشید تا شرایط به گونه ای شد که آقای پرویز ورجاوند، آقای علی اردلان، روانشادها و آقای برومند به این نتیجه رسیدن شاید شرایط طوریه که بشه به صورت آروم جبهه ملی رو فعال بکنن. از این تاریخ دیگه جبهه ملی مفهوم جبهه‌ای خودش رو از دست داد. یعنی عده‌ای فعالان سیاسی، شخصیت‌های سیاسی با آشنایی به جوان‌ترها اینها رو دعوت کردن، شورای تشکیل دادن به نام شورای جبهه ملی که هیچ کدوم از احزاب سیاسی و ملی درون این نبودن. و من در این مورد البته پیام دادم به من توسط آقای مصباح‌زاده و هوشنگ وزیری، چون تا اون زمان تنها فعالیتی که به نام جبهه ملی میشد با مسئولیت من در پاریس بود. پیغام دادن که این فعالیت ها رو متوقف کن و به نام خودت فعالیت کن ما بتونیم در اینجا فعالیت های جبهه ملی رو آغاز کنیم. اونجا من این توضیح رو دادم که لازمه این که شما ادعای جبهه ملی کنید یا نام جبهه ملی رو بذارید رو خودتون، حضور احزاب حزب ایران که آقای علی اردلان از سرانش بودن، حزب ملت ایران که من شنیدم آقای برومند به دلیل قبول این پیشنهاد من گفتگویم با آقای خسرو سیف دبیر حزب ملت ایران داشته و بهشون پیشنهاد میکنه که ما آمادگی داریم 5 تن از اعضای حزب ملت ایران در شورا شرکت داشته باشن. متاسفانه ایشون به این شکل عنوان میکنه که ما که درخواست میکنیم 5 تا نماینده از حزب ملت ایران بیان، ما تعیین میکنیم اون افراد رو. در صورتی که آقای خسرو سیف به حق میگه که این حزب که نمایندگانش رو تعیین میکنه و هر وقت هم بخواد عوض میکنه. در نتیجه این به جایی نرسید، این پیشنهاد عملی نشد. طبیعتا جبهه ملی از اون تاریخ بدون حضور احزاب بود که من بارها گفتم من اون چه در تهران به نام جبهه ملی فعالیت میکنن جبهه نمیشناسم، حزبیست به نام جبهه ملی، یعنی یک عده علاقمندان با آزادی، طرفداران سیاست مصدق دور هم جمع شدن، تشکیلاتی درست کردن، حزبی درست کردن، سازمانی به وجود آوردن، اسمش گذاشتن جبهه ملی. این حزب جبهه ملی، نه جبهه ملی به مفهوم واقعی. و مثال زدم که نظیرش رو در خارج هم داریم، در همین فرانسه که بنده 37 سال پناهنده هستم، در اینجا حزبی داریم به نام جبهه ملی، یعنی حزب پارتی فران ناسیونال فرانسه، یعنی حزب جبهه ملی فرانسه. در نتیجه اون چه در ایران فعالیت میکرد که الان هم به دو قسمت تقسیم شدن، جبهه به مفهوم واقعی نبود متاسفانه. به همین دلیل هم با من که تماس گرفتن که ما میخوایم جبهه ملی و شیشم رو تشکیل بدیم، نظر شما چیه؟ من گفتم که شما به هر حال تماس بگیرید با حزب ملت ایران، با دبیر حزب ملت ایران تماس بگیرید و تجربیاتشون رو استفاده کنید و ایشون و برخی از دوستان ملی و مصدقی که در نهضت آزادی هستن و مسیرشون با مسیر ابراهیم یزدی فرق میکنه، در مسیر دکتر مهین‌فر، دیدگاه دکتر مهین‌فر رو دارن. اینها به عنوان مؤسس یا پیشنهاد دهنده دعوت کنن از تشکیلات دانشجویی، تشکیلات کارگری صنفی، اینا بیان نمایندگانی بذارن، همه جهان بینی خودشون رو داشته باشن، اساسنامه خودشون رو داشتن، سازمان خودشون رو داشته باشن، ولی برای رسیدن به آزادی و استقلال و عدالت اجتماعی یا رفاه
اجتماعی با هم همکاری کنن. آیا این کار شد یا نه من خبری ندارم. بنابراین از دید من اون چه در ایران به نام پنجم یا ششم هست، با تمام علاقه‌ای که به فعالیتشون دارم، معتقدم که ملی هن، معتقدم که پیرو سیاست ملی مصدق هستن، معتقدم که آماده فداکاری هستن، ولی در ضمن اضافه میکنم که راه درست رو بر نگزیدن. در نتیجه این راهی که درست نیست یه روزی به بن‌بست میکشه و باعث دلسردی میشه که در سطح بزرگتر الان در کشور داریم، در بین مردم ایران داریم. اون ناامیدی ملی که وظیفه ما، بزرگترین وظیفه آزادی خواهان و ایرانی خواهان اینه که این ناامیدی ملی رو راهی پیدا کنن که تبدیل به امید ملی بکنن. متاسفانه این حرکت از دید من در اون جهت و در اون راستا نیست. جناب کردستانی، ببینید من این نکته رو در همینجا توضیح بدم. از اونجایی که شما یکی از اعضای پیشین جبهه ملی هستید و از مسئولان جبهه ملی ایران بودید و هنوز هم شما خودتون رو جبهه ملی به جز جبهه ملی میدونید، من خاطرم از سالهای دور شاید در استکهلم کنگره بود که جناب عالی هم در اونجا تشریف داشتید، زمانی که زنده یاد تیمسار مدنی به خارج اومده بودن و یک نشستی در استکهلم، فکر کنم یکی از کنگره های جبهه ملی بود اگر اشتباه نکنم. از اون که من در مورد راه و اندیشه مصدق سخنرانی کردم در بله من اون سخنرانی یادمه. بنابراین من دارم با یکی از ملیون کشورمون، یکی از اعضای پیشین جبهه ملی احتمالاً زیر سوال بردن جبهه ملی نیست، بلکه کوشش باید کرد به این امیدواری رو به وجود آورد، همونطور که شما اشاره کردید، این بر این پراکندگی تسلط بتونیم پیدا بکنیم. اشاره کردید به جبهه ملی ششم. من دیروز اعلامیه‌ای رو دیدم در سالگرد در گذشت زنده یاد دکتر محمد مصدق با امضای جبهه ملی ششم منتشر شده بود. متن کلی این اعلامیه به نظرم می اومد که بیشتر به صورت کنایه و یا به صورت در حاشیه اشارش به استبداد گذشته در ایران بود و کمتر به مسائل امروز در ایران یا که در ارتباط با سیاست‌های حکومت اسلامی باشه اشاراتی داشت. شما به عنوان یکی از شخصیت‌های موسوم به جبهه ملی، یا بهتر بگم یکی از مسئولین پیشین جبهه ملی، آیا در یک چنین شرایطی انتشار چنین اعلامیه‌ای رو مناسب می‌دونید یا نمی‌دونید با توجه به این پراکندگی که در بین نیروهای اپوزیسیون به نوعی بین نیروهای سیاسی ایجاد بکنه؟ ببخشید که صدا خوب نرسید، ولی من متوجه منظور شما شدم. به هیچ وجه من صلاح نمیدونم در شرایط امروزی ملت ایران که در جهنم خمینی زندگی میکنن و تنها راه نجات ما همبستگی ملیه، من صلاح نمیدونم که ما به گذشته برگردیم و اختلافات گذشته رو امروز زنده کنیم. من معتقدم ما، یعنی جبهه ملی، 25 سال بحثش این بود که اجرای قانون اساسی مشروطیت که برخواسته از فداکاری و جانبازی رهروان انقلاب مشروطیت بود و ایراد به پادشاه این بود که ایشون برخی از اصول قانون اساسی که مربوط به سلطنت هست رعایت نمی کنه. ولی امروز به دلیل شرایطی، وضعیتی که استبداد مذهبی در ایران به وجود آورده، طبیعیه که خیلی افراد جامعه در مقام مقایسه حق و برتری رو به گذشته بدن. برای اینکه همه افراد جامعه به مسائل سیاسی شاید نپردازن و شاید هم به این نپردازن که برای آینده چه راهی درست‌تره. امروز زندگی رو فکر میکنن، شرایط سخت امروز مقایسه میکنن با گذشته. بنابراین
ما که معتقد به آزادی هستیم و برای رسیدن به آزادی داریم فعالیت میکنیم، حق نداریم مطالبی رو مطرح بکنیم که بخشی از جامعه یا درصدی از جامعه را خودمون برنجونیم. همونطور که من ایرادو به اونوریام دارم که شما ممکنه با سیاست مصدق موافق نباشید، ممکنه با موضع‌گیری اکثریت جبهه ملی، چون در جبهه ملی دو طرز تفکر در زمان انقلاب اسلامی بود، بخشی مثل دکتر بختیار و دکتر صدیقی و دکتر پارسا و در رده پایین‌تر خود من فکر میکردیم ما مبارزاتی رو شروع کردیم برای رسیدن به آزادی، در مسیر آزادی دارن ما رو منحرف میکنن به انقلاب اسلامی. اکثریت هم معتقد بودن نه، چون جمعیت در تحت تاثیر حضور میلیونی جمعیت بودن، طبیعتاً به دنبال خمینی رفتن و به دنبال یعنی دنبال چیزی رفتن که نتیجه و بازداشت اینه که امروز مشاهده میکنیم. من به اون هموطنان اون وزر هم معتقدم که امروز طرح و پافشاری رو اشتباه اکثریت اعضای شورای جبهه ملی اون روز دردی از ما دوا نمیکنه، جز این که باعث نفاق میشه در همبستگی و همیاری و همکاری ما برای رسیدن به آزادی و سربلندی ایران. جناب کردستانی، پس اجازه بدید از این مرحله بگذاریم و به هر حال علی‌رغم همه این کاستی ها و کمبودهایی که وجود داره، امروز مردم ایران لااقل اون بخشی که به صحنه مبارزات و اعتراضات خیابانی اومدن به اشکال مختلف بیان میکنن که این حکومت رو نمیخوان. اما واقعیت این استش که هنوز گفته نشده چه حکومتی رو میخوان. اما شما به عنوان یک شخصیت سیاسی، به عنوان یکی از اعضای پیشین جبهه ملی ایران، فکر میکنید که بر اساس نوع تفکر زنده یاد دکتر محمد مصدق، حکومتی که جانشین حکومت کنونی در آینده خواهد شد چه ویژگی هایی داره؟ من در این که استبداد مذهبی سقوط میکنه تردید ندارم. بارها خطاب به هموطنان گفتم به خودتون تردید راه ندید که این نظام ساقط میشه، نظام پایداری نیست. الان فقط به ضرب زور و استفاده از نیروی قهریه داره در جامعه حکومت میکنه. اما بدون تردید مملکت در خلل نمیمونه، قدرت در خلل نمیمونه. سقوط این نظام، برکناری نظام، به هر حال لازمه شونه که نظام دیگه‌ای بر ایران حاکم بشه. دو حالت ممکن اتفاق بیفته. یک، انقدر آزادی خواهان و عاشقان ایران سر گذشته ای که گذشته و قابل تکرار نیست با هم جنگ رو دعوا کنن که موردش رو مثال زدید، که بالاخره یه نیروی دیگه، یه جریانی دیگه بیان از این نارضایتی استفاده کنن و قدرت رو به دست بگیرن و استبداد دیکتاتوری دیگه رو بر مملکت حاکم کنن. پس برای نجات از استبداد مذهبی حاکم و برای جلوگیری از یک دیکتاتوری و استبداد احتمالی آینده، ما وظیفه‌مون اینه که برای اصول مشترک با همدیگه همکاری کنیم و یک اتحاد و یک ائتلاف و یک جنبش و یک نهضت و یک جبهه‌ای به وجود بیاریم که در پایان عمر استبداد مذهبی بتونه به خواستای مردم جامعه عمل بپوشونه و مانع استقرار یک دیکتاتوری و استبداد دیگری بشه. آقای کردستانی، اون اصول و محورهایی که میتونه این اتحاد رو به وجود بیاره کدومه؟ به گمان من همه ما ایرانی ها امروز ارزش آزادی رو حس کردیم، به خصوص مردمی که در داخل ایران هستن. میدونی که آدم یه چیزی رو که داره انقدر ارزشش رو نمیدونه تا موقعی که نداره. تا موقعی که سالمیم ارزش سلامت رو نمیدونیم، موقعی که بیمار میشیم ارزش سلامت رو متوجه میشیم. ما ایرانی های خارج از ایران به هر حال در کشورهای زندگی میکنیم که از یه آزادی برخوردارن، حالا بالا یا پایین. همین آزادی به ما فرصت داده که ما صحبت بکنیم، نشریه داشته باشیم، رادیو داشته باشیم، تلویزیون داشته باشیم. اما ما درد مردم داخل رو، ما داخل رو میفهمیم ولی لمس نمیکنیم. زندگی اونا رو میفهمیم و
ولی لمس نمی کنیم. به همین دلیله که ما در خارج به جای پیدا کردن راه حل نجات و راه حل رهایی مردم، مرتب سر مسائل جزئی با همدیگه بحث میکنیم و تلویزیون ها هم با همدیگه بعد و بیا اصلا فراموش میکنن که این تلویزیون برای به اصطلاح آگاهی مردم در داخل، فکر میکنن ایران محدود شده به همین خارج و بعدم مثلا به آمریکا و بعدم مثلا به یه شهر. اینجاست که من معتقدم که مقایسه کنیم طرز مبارزات ایرانیان خارج از کشور رو با ایرانیان داخل کشور. ما هنوز سر جمهوری و مشروطه پادشاهی یا حتی استبداد سلطنتی با هم در خارج دعوا داریم. ما هنوز سر این که شاه کارهای مثبتی کرده یا نکرده بحث داریم. ما هنوز نمیپردازیم به این که آقا در قانون مشروطه شاه اصلا کاری نباید انجام بده، بحث اینه که کارش خوب بوده یا بد بوده. در نتیجه ببینین 40 سال ما آنچنان سرگرم مثل شاه سلطان حسین مملکت رو محاصره کرده بودن، باشید اصفهان رو محاصره کرده بودن، مردم گوشت حیوانات حرام رو میخوردن. ایشون نوشته بود، نشسته بود و این مله های امامه به سر رو دعوت میکرد که من دیشب بین نماز رکعت سوم و چهارم شرک کردم، بیا اینو حلش کنیم. ما در خارج کارمون دقیقا نظیر کار شاه سلطان حسین صفویه. ولی شکوفایی رو در ایران ببینید، وقتی در بم زلزله میشه ببینین چه همبستگی ملت در همبستگی مردم در داخل از خودشون نشون میدن. زلزله کرمانشاه رو ببینین چه شاهکاری چه حماسه‌ای به وجود آوردن. تولد کوروش، رفتن پای آرامگاه کوروش کبیر، پای آرامگاه فردوسی بزرگ، بابک خرمدین، آرش کمانگیر، چه همبستگی نشون میدن. سال تحویل و لحظه تحویل و پای این آرامگاه ها میذارن. هیچکی از هم نمیپرسه جمهوری خواهی یا مشروطه خواهی، شاه را قبول داری یا مصدق را قبول داری، در گذشته موافق بودی یا امروز با هم با دست به دست هم به طور همبسته اون مشکل رو حل میکنن. و ما حتی از اینم در ما در خارج از اینم درس نگرفتیم، امیدوارم بگیریم. آقای کردستانی، ولی شما میدونید که در بین نیروها و احزاب سیاسی ایرانی گرایشات مختلفی وجود داره، جریانات چپ هستن، جریانات میانه و راست. اون اصولی که میتونه رضایت جریان این سه جریان سیاسی و حتی گروه های اتنیکی رو جلب بکنه و حول اون محورها با هم وارد یک جبهه به معنای واقعی ملی بشن و در شرایط کنونی باعث امیدواری مردم بشن، اون اصول اساسی، اون اصول محوری که گروه های اتنیکی، ملیون، جریانات مشروطه خواه و جریانات چپ سوسیال دموکرات یا سوسیالیستا رو میتونه وارد اون جبهه بکنه، به نظر شما چی میتونه باشه؟ به شرط اینکه اون چه ما اعلام میکنیم آرمانمونه یا هدفمونه بهش معتقد باشیم، اون وقت میشه پیدا کرد. ببینین زمانی که خمینی برای رسیدن به قدرت در نفرشاتو حرفهایی میزد که اصلا با گذشته سیاسی اون نمیخوند، کسی که با حضور بانوان در انتخابات مخالفت کرده بود، با اصلاحات ارضی مخالفت کرده بود، ولی برای رسیدن به قدرت هم زد و بند کرده بود با کارتر، هم حرفای خوشایند میزد برای داخل و بی بی سی هم مأمور پخش این بود. ما حتی اون موقع نشست، اگر اعتقاد به آزادی داشتیم، اگر ما اعتقاد داشتیم که ما داریم تلاش میکنیم که مملکت از حالت استبداد سلطنتی در بیاد به یه نظام مردمی برسه، دست کم باید نمایندگان این گروه ها میشستن جبهه ملی، نهضت آزادی، نمیدونم دیگران و دیگران، حزب ملت ایران، حزب ایران، حزب مردم ایران و جریانات دیگه که اون موقع حتما بودن، باید میشستن میگفتن آقا خمینی این وعده ها رو میده، ما هم داریم قبول میکنیم. ولی یه سوال مطرحه، اگر خمینی اومد در ایران و اینها رو زیر پا گذاشت چی؟ این کار هم نکردیم، یعنی نشستیم بگیم که آقا اگر یه روزی این گفته ها همونطور که خودش گفت خود افرمودم،
اگر یه روزی اومد و اعلام کرد همه این حرفا رو دروغ گفتم، ما چیکار بکنیم؟ در نتیجه اونم به دلیل عدم این همبستگی یکی یکی اینا رو همونطور شاهد بودیم زد، و اون مثال باغونه رو هم زد که میدونیم. بنابراین بسته به اینکه ما تا چقدر به اون چه میگیم اعتقاد داریم. ببینید حزب توده، من تا اونجایی که یادمه در ایران شعارش این بود که دین یا مذهب افیون توده هاست. بنابراین اگه اعتقاد داشت باید اولین مخالف جمهوری اسلامی حزب توده میبود یا سران حزب توده. ولی دیدیم بزرگترین طرفدار جمهوری اسلامی و استبداد مذهبی سران حزب توده، که من اینو بخی من دوستان زیادی دارم، چون اختلاف من با هموطنان بر سر اعتقاد سیاسی نیست، بستگی به شخصیتشون داره و اینکه تا چقدر به اون چه میگن اعتقاد داشته باشه. من به اینا میگفتم آقا آخه چطور حزب توده با این شعار دین افیون توده هاست دنبال چیز میره و این آزادی کشی رو نمیبینه؟ این شرایطی که در ایران ایجاد شده بود که من معتقدم تاریکترین دوران تاریخ معاصر ایران بود بعد از پیروزی خمینی و انقلاب اسلامی، با اینا در میان میذاشتم، اینا میگفتن صادقانه میگیم ما در درون کمیته مرکزی حزب توده اعتراض کردیم که چرا حزب باید دنبال استبداد مذهبی بره. آقای کیانوری به عنوان دبیر حزب توده میگه خمینی آزادی رو بهم برده ولی ضد استعماره، ضد سرمایه‌داریه، ضد قدرت‌های بزرگ جهانیه، بنابراین ما باید آزادی رو که ایشون هم برده فدا کنیم برای سیاست مستقل ملی خمینی، که اونم متوجه شدن که اشتباه کردن و موقعی که در نقطه ضعف قرار گرفتن اینا رو هم گرفتن و خیلی هاشون هم مثل طبری و دیگران که میدونیم که من واردش نمیشم. بنابراین اگر ما تمام این احزاب، این سازمان ها، این تشکلات امروز احساس کردن نه تنها برای نفس کشیدن امروز ما نیاز به آزادی داریم، برای پیشرفت آینده هم ما نیاز به آزادی داریم. ببینید انقلاب مشروطه ما 1906 به پیروزی رسید، دورانی که اکثریت کشورهای دنیا در خواب و استعمار و استبداد بودن. استقلال هندوستان 1947، یعنی 41 سال بعد از ما. ها مسیر انقلاب مشروطه رو همونطور که میدونیم جاش اینجا نیست، همون دخالت های خارجی منحرف کردن، اول با قانون 1907 بعدن با مسائل دیگه که چون مربوط به گذشتهش من بر نمیگردم. ببینیم ما که 41 سال قبل از استقلال هندوستان به آزادی و حکومت مردم رسیدیم، در کجا قرار گرفتیم امروز در داخل ایران و ما آوارگان در خارج، و هندوستان داره میره به عنوان پنجمین قدرت اقتصادی دنیا تبدیل بشه. بنابراین اگه ما احساس کنیم آزادی هم برای امروز مردم نیازه، هم برای پیشرفت و ترقی آینده، و صادقانه قبول داشته باشیم، یکی از آرمانهای ما شکوفایی آزادیه، و دومی استقلال. درست دنیای ما به هم پیوسته است، ولی هر کشوری حق داره سرنوشت خودش رو خودش تعیین کنه، نه دیگران بهش دیکته کنن، و مجموعه این دوتا باید نتیجهش رفاه حال مردم بشه، رفاه اجتماعی بشه، ایجاد امنیت در داخل مملکت بشه. هی این رژیم استبداد مذهبی در به در دنبال 5-6 میلیون سرمایه گذاری خارجی میگرده، در صورتی که ایرانیای خارج و داخل حتی بیش از میلیاردها دلار میتونن در ایرانی که از امنیت برخوردار بشه، آزادی برقرار بشه، قانون حاکم باشه، سرمایه گذاری کنن، که ما نیاز به 5-6 میلیون سرمایه گذاری خارجی که ما رو در قید میگیره نداره. جناب کردستانی، باز برمیگردیم به موضوع پراکندگی اپوزیسیون. اگرچه تلاش‌های زیادی در طی همین یک سال اخیر از سوی گرایشات مختلف انجام گرفته، اما هنوز و همچنان این تلاش ها به شکل جزایر جدا نشده، یا به یک معنا تمام این صداها در یک جا جمع نشده که به این روی قوی جبهه‌ای بشه که بتونه در وضعیت کنونی
نقش خودش رو به عهده بگیره. و شما میدونید که یکی از نگرانی‌های مردم وجود خلأ سیاسی است. مردم حق دارن که بدونن بعد از فروپاشی حکومت اسلامی ایران که شما در ابتدای صحبتاتون بهش اشاره کردید و گفتید این یک امر حتمی بشه، امنیت و ثبات رو بتونه حفظ بکنه و شرایط رو بهبود ببخشه. اشاره کردید که یکی از اصولی که باید بهش اعتقاد داشت آزادیه. اجازه بدید من این آزادی رو به معنا و مفهوم آزادی‌های سیاسی، آزادی احزاب سیاسی دگراندیش هم معنی بکنم که یکی از ستون‌های اصلی دموکراسی است. یک نقل قولی از زندیات دکتر محمد مصدق در کتاب تعاملاتش رو میتونم اینجا خدمتتون بگم که ایشون اشاره کردن که سیاست کار روز است. من فکر میکنم تفسیر این جمله دکتر محمد مصدق این است که امروز ما باید چه کار کنیم اگه اهل سیاستیم. امروز حکومت اسلامی ایران جانشین آماده ای رو هنوز در برابر خودش نداره. شما به عنوان یکی از طرفداران دکتر محمد مصدق، به عنوان کسی که از نوجوانی و جوانی عضو جبهه ملی ایران بودید، در شورای مرکزیش مسئولیت داشتید، در نتیجه برای انجام یک چنین کاری طبیعی است، یعنی جلوگیری از پراکندگی و ایجاد اتحاد و همبستگی، طرح و برنامه و اقدام عملی داشته باشید. سیاست کار روز است. امروز یکی از مشکلات اساسی ما جلوگیری از این پراکندگی. جبهه ملی ایران با توجه به یک چنین شرایطی در ایران دو شاخه میشه و امروز ما با دو تا جبهه ملی در ایران روبرو هستیم و در این حال شما و سایر عزیزانی که در خارج از کشور خودتون رو جبهه ملی مینامید هنوز برنامه ارائه ندادید که برای آزادی احزاب سیاسی در ایران چگونه میخواید عمل بکنید. اگر بهش اعتقاد دارید که در فردای ایران همه احزاب سیاسی ایران چه چپ چه راست و چه میانه حق فعالیت دارن، حق این رو دارن که با ارائه برنامه خودشون در جامعه رأی مردم رو جلب بکنن، اگر جبهه ملی ایران چنین اعتقادی داره، چرا همین امروز با احزاب سیاسی دگراندیش وارد یک ائتلاف نمیشه؟ من تصور میکنم به طور محدود پاسخ اینو دادم که جبهه ملی در ایران تشکیل نشده. ما جوانای فداکاری داریم، جوانای آزادی خواهی داریم که دور هم جمع شدن، شناخت هم از هم دارن و گفتن ما جبهه ملی هستیم، یه عده گفتن ما پنجمی میخواد، بقیه گفتن ما جبهه ملی ششمی. جبهه ملی اگر شکل بگیره نه تنها پیروزی ما تضمین شده، یعنی نجات مردم ایران از استبداد مذهبی عملی خواهد شد، بلکه در آینده ایران هم خطر به قدرت رسیدن یه نیروی خاص منتفیه. موقعی ما در آینده دچار استبداد میشیم، دچار دیکتاتوری میشیم که مثل انقلاب اسلامی گفتن حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله، ولی اون موقع نگفتن حزب یعنی آزادی احزاب. الان راه نجات ما همکاری احزابه، نه در مورد این که هر چی رو من قبول دارم بقیه قبول داشته باشن. متاسفانه خیلی از هموطنهای ما این اشتباه رو میکنن که مفهوم آزادی رو یعنی من آزادم که هر چی میخوام بگم و هر چی اعتقاد دارم باید بشه. آزادی یعنی آزادی مخالفین ما که حرفشون رو بزنن، حتی ضد ما حرفشون رو بزنن. بنابراین موقعی که قبول بکنیم ما آزادی مفهومش چیه و آزادی که آزادی فردیه، هر انسانی در سرزمین خودش آزاد بر طبق قوانینی که تصویب شده، و یک آزادی اجتماعیه و آزادی اجتماعی یعنی تشکیل تشکل‌های سیاسی، احزاب سیاسی، سازمان‌های سیاسی، تشکیلات صنفی، کارگری، دانشجو، اینها. اینو وقتی قبول داشتیم که آزادی فردی اینه و آزادی اجتماعی اینه، اون وقت میشینیم دور هم و دست به دست هم با این که آقا هر
کدوم از این تشکل ها جهانبینی خودشون دارن، منافع خودشون دارن، اساسنامه خودشون دارن، سازمان خودشون دارن، ولی ما برای نجات این مردم از استبداد مذهبی، رسیدن به مردم سالاری که آزادی و استقلال و رفاه عمومی رو تأمین خواهد کرد، دست به دست هم میدیم. اون وقت این تشکل اگر به وجود بیاد، این هماهنگی، این همراهی، هماهنگی اگر به وجود بیاد، در ایران یک امیدی ایجاد میکنه. اولا نامید ربه میبره، بعد امیدی ایجاد میکنه حتی در مورد بسیاری از قشرهایی که امروز به دلیل اعتقاد یا به دلیل نیاز در خدمت استبداد مذهبی هستن، اونها هم امیدوار میشن که باید به دامن ملت برگردن و نبرن پشت سر کسانی که سرمایه های ملی رو 40 سال غارت کردن و بردن. نمیدونم کافیه یا توضیح بیشتر بدم حضورت. خواهش میکنم. عرض کنم که جناب کردستانی عزیز، سوال بعدی من در ادامه همین چند پرسشی که از شما داشتم اینه که قطعا شما از دورانی که به جبهه ملی ایران پیوستید با شناخت از افکار دکتر محمد مصدق و سیاست هایی که ایشون اعمال میکرد و رفتاری که داشت در صحنه سیاست کشور ما به این جبهه پیوستید. این سوال شاید یه مقدار تخیلی باشه. نه درست، دقیقا. بله، میخوام ازتون بپرسم که اگر زنده دکتر محمد مصدق امروز در قید حیات بودن، در شرایط کنونی چه تصمیمی میگرفتن و جامعه سیاسی ایران و مردم ایران رو به چه چیزی دعوت میکردن؟ با کمال میل. اولا اجازه بدیم من قید حیات رو عوض کنم، چون زنده بودن و در حیات بودن قید نیست. اگر زنده بودن و در میان ما بودن، بله. دکتر مصدق سیاستی رو برگزید که اون سیاست باعث ملی شدن صنعت نفت شد و باعث رهایی ما از استعمار انگلیس شد که امروز هم میتونه معتبر باشه. مصدق معتقد بود، اولا من وقتی وارد دبیرستان شدم چند ماهی بود مصدق نخست وزیر شده بود، طبیعتا یه شوری در جامعه ایجاد شده بود حتی بین دانش آموزا، و من در دبیرستانی که بودم با آقای حسین فرجی که خوب میشناسید ایشون و معرفه حضورتون هست، در اون مدرسه فعال بودیم و مدرسه کنارمون هم آقای خسروی سیف، و اتفاقا هر سه هم ضمن طرفدار جبهه ملی و مصدق بودیم به حزب ملت ایران گرایش داشتیم. مصدق گفت ملی شدن صنعت نفت یعنی کوتاه کردن دست استمرار انگلیس، آزادی انتخابات و انجام انتخابات آزاد یعنی ایجاد مردم سالاری که ما امروز تشنه رسیدن به اون هستیم، و مجموعه اینها رو معتقد بود که ما درآمد نفت و باید صرف ایجاد راه، کارخانه، بزرگ راه، دانشگاه، کارگاه های تولیدی بکنیم که نیروی کار ایجاد بشه، مردم با کار کردن زندگی رو تأمین کنن، از این شرایط بد رهایی پیدا کنن، و بعد همین نیرو که در این کارخانه ها و کارگاه ها به فعالیت مشغول کار میشه، طبیعتاً تولیدات ایجاد میکنه که هم سرمایه ملت بالا میره و هم این که ما رو بی‌نیاز از واردات خیلی از چیزها میکنه. امروز خیلی ها شنیدیم میگن جمهوری اسلامی، البته به غلط ولی ادعا میکنن جمهوری اسلامی حداقل مستقله. آقا استقلال فقط با شعار نیست، مرگ بر آمریکا پرچمشو بذار، این استقلال نیست. مملکتی شما درست کردید که برای مهر خودتون هم باید از چین بیارن. به قول یکی از خودتون میگفتن، از خودشون میگفت آقا ما بیکاری رو در کشور دیگه هم بمبردیم، یعنی انقدر واردات داریم که اونجا بیکاری هم رفته. مملکتی که در هر چیزی نیازمند به خارجه که نمیتونه بگه من مستقلم. بنابراین مصدق معتقد بود که ما با تولیدمون با مشغول بیکاری ربه میبریم و با کارمون تولید بالا میبریم و با تولیدمون بی‌نیاز از خارج میشیم، در نتیجه اون درآمد حاصل از نفت صرف خرید واردات نمیشه.
من فکر میکنم و بعدم با این کار مردم به کار میپردازن، تحصیل میکنن و جامعه از فقر رهایی پیدا میکنه. و خیلی جالبه بهتون بگم، مصدق بدون این که گفته باشه مفهوم تک تولیدی رو متوجه شده بود. میگفت ما باید کاری بکنیم که وابسته به فقط درآمد نفت نباشیم، چیزی که امروز سال هاست، یعنی در این 50 سال اخیر دیدیم کشورهای تک مسئولی هر وقت قدرت های بزرگ خواستن با به اصطلاح محدود کردن فروش یا پایین آوردن قیمت اون کشور از پا در آورد. بنابراین مصدق اگر بود میگفت برای رسیدن به این هدف ها بایستی اول همبسته بشیم تا بتونیم از درآمدهای نفت برای بالا بردن سطح زندگی مردم و دانشگاه ها و دانش و انسان سازی. امروز کشورهایی در رده اول دنیا هستن که انسان میسازن و ما باید درآمد پول نفت و گاز در جهت انسان سازی برای دنیایی که در حال رقابتیم و دنیایی که با سرعت در حال پیشرفته هماهنگ بشیم با کاروان تمدن. ولی امروز این درآمدها رو با یک کلمه رمز که در ایران به شما بگم، یک کلمه رمز برای دزدی و غارت و چپاول وجود داره، رهبر معظم انقلاب این رمز رو که گفتی دیگه هر چی دزدیدید و بردید و خوردید و خارج بردین مسئله نیست، چون شما کلمه رمز رو به کار بردین. ببینین 40 سال ما چه درآمد، ما در دوران اون کوتوله سیاسی، عقب مانده سیاسی که نماینده امام زمان بوده میخواست دنیا رو مدیریت بکنه، در همون دوران بیش از تمام دوران فروش نفت ما درآمد داشتیم. چی شد اینا؟ نتیجهش فقر جامعه است، کارتون خوابیه، توی گورایی که میکنن برای اینکه از سرما نجات پیدا کنن میرن میخوابن. بنابراین این سرمایه طبیعی یا این سرمایه خدادار باید صرف پیشرفت مملکت بشه، ایجاد انسانهایی بشه که در آینده بتونن مملکت رو اداره کنن و در رقابت دنیای امروز بتونیم ما هماهنگ بشیم و عقب نمونیم و جلو بریم. اگه مصدق بود اونم معتقد به همینا بود و طبیعتا همونطور که با شعار ملی کردن صنعت نفت جامعه رو به حرکت در آورد و یه پارچه کرد و متحد کرد و هماهنگ کرد، امروز هم پیشنهاد میکرد که برای رسیدن به این آرمان ها باید با هم دیگه یکی بشین روی شعارهای مشخص و محدود، نریفت پخشش بکنی. خیلی عجیبه برای من آقای اعتمادی، مملکت داره در آتش میسوزه، ما تا دلتون بخواد جلسات و سمینارهای سکولار تشکیل میدیم. اصلا مردم در ایران معنی این کلمه رو نمیفهمن، ولی ما کاری به مردم نداریم، ما اینجا مرتب دعوا داریم سر سکولار. از این حرف اینه که این ملت از ما انتظار داره، امید بسه و ما با این پرداختن به جزئیات و دعوا سر گذشته ای که گذشته و بر نمیگرده هیچ کمکی به رهایی مردم از فقر رو از این شرایط دردناک نمیکنه. آقای کردستانی یک دقیقه وقت داریم به عنوان آخرین سوال شاید بگم، تا چند اندازه شما امیدوار هستید که صحبت‌های شما در بین طرفداران دکتر محمد مصدق و جبهه ملی ایران و ملیون به یک معنا این تأثیر رو بگذاره که در این وضعیت حداقل اونها به عنوان یک نیروی پیشگام باشن برای اتحاد و ائتلاف همه مخالفین حکومت اسلامی ایران، و اگرم رسیدید بگید که تفاوت بین این اتحادی که من و شما با هم گفتگو میکنیم با همه با هم خمینی در چیست؟ من امیدوارم صحبتهای من روی جوانهایی که امروز بی جهت با هم اختلاف دارن، شاید هم با جهت، به هر حال اگر اختلافشون هم اصولی مسیر درست نمیرن، امیدوارم صحبتهای من اثر گذاشته باشه. اما اشاره میکنم جبهه ملی از بدو تأسیسش تا امروز دارای دو بود بوده، بود سازمانی که امروز هستن بود سازمانی نداریم، یکی بود اندیشه‌ای. بود اندیشه‌ای جبهه ملی به مراتب فراتر از بود سازمانی میره و میلیون ها ایرانی رو در داخل خارج در بر میگیره. من امیدوارم صحبت های من روی طرفداران بود اندیشه‌ای مصدق که خواهان رسیدن به آزادی و استقلال و عظمت و سرفرازی ایران هستن تاثیرگذار بوده باشه. بسیار ممنونم جناب کردستانی عزیز. بنده سپاسگزار از شما و همکارانتون
و هموطنانی که با بردباری به این گفتگوها گوش کردن و گوش خواهند کرد. به اتفاق شنگ کردستانی عزیز با همه شما عزیزان در اینجا خداحافظی میکنیم. تا فردا برای همه شما آرزوی پیروزی و شادی و سرفرازی دارم. به خدای بزرگ میسپارمتون. پاینده ایران.